صبح هم میگه بخیر امروز 19 تموز مصادف با ایلولا یوساید حرب پنسیون ابا شاول به خاطر یاگن آدنو ایشون هم که میدونیم در دوره ما زندگی میکردن از خاخامیان بسیار بزرگ بودن پدر بزرگ ایشون در ایران زندگی میکردن یعنی در واقع ایرانیان اصل بودن و میفهمیم که در اون شهری که زندگی میکردن اونجا مولایی که بوده آخوندی که اونجا بوده اعلام کرده بود که یهودی ها از اینجا باید برن بیرون و این خانواده تصمیم میگیرن که از ایران فرار بکنن بارفشه فرار میکنن میان و به نزدیک ارس اسرائیل که میرسیدن با کشتی که اومده بودن این کشتیشون متاسفانه اتفاق میفته و داشته غرق میشده بارفشه میان و نجاتشون میدن و نهایتا از پسرشون پدر بزرگ ایشون که به ارس اسرائیل میشن پسرشون حراب الیاهو ازدواج خوبی میکنن و برای خشم از این ازدواج آخام بنسیون ابا شاول به دنیا میان آخام بنسیون ابا شاول از گدولیم بودن که همدوره حراب عبدیا یوسف سخ سریب راخا زندگی میکردن و ایشون یکی از خروتای خیلی نزدیک به حراب عبدیا یوسف سخ سریب راخا بودن با هم دیگه خیلی حلاخا مرور میکردن و معروف هم به عنوان اون بحثای حلاخایی که داشتن و جالبه که بدونیم آخام بنسیون ابا شاول در نهایت فقر و سختی و مخصوصا سختی از نظر اون سلامتی زندگی کردن ولی با این وجود تونستن تورای بسیار عالی یاد بگیرن تا به حدی که شدن روششیوای پرات یوسف اگه اشتباه نکنم برای 15 سال ایشون روششیوای پرات یوسف بودن خیلی نزدیک بودن به حراب ازرا عطیا زخ صلیب راخا و ایشون معروف هم به براخایی که میدادن که یک داستان معروفی بوده یک بچه بوده که این مریض بوده در بیمارستان پدر مادرشون میان براخا میگیرن و ایشون میگن که ببین تو بعد این بچه رو از بیمارستان بیاری بیرون و نهایتا به حرف آخام گوش میدن و میارن و با براخایی که میگیرن هر شرایطی که بوده این بچه به سلامتی کامل میرسه اگه درستی باشه که از آخام بنسیون ابا شاول زخ صلیب راخا بخوام یاد بگیریم اینه که نهایتاً شخص باید در نهایت سختی شاید فقر یا سلامتی جسمانی هرگز از توراش دور نشه همونطور که ایشون دور نشدن توراشون رعایت کردن و همیشه برای حلاخا و اصل یهودیت ایشون جنگیدن و باروخ هاشم چقدر تونستن تاثیر مثبت بذارن در یهودیت سفاردیم در ارس اسرائیل و موقعی که بیشتر سفاردی ها میافتن مدرس پابلیک خانواده ایشون رو گذاشتن در مدرسه یهودی در یشیبا و معروفه که هر وقت که ایشون میومدن منزل مادرشون بهشون براخا میدادن میگفتن انشالله تعمید خاخام بشی و همینطور هم شد و ایشون در زندگیشون خیلی سختی داشتن سختی میگن از بچه هایی که داشتن دخترشون در سنین خیلی کوچیک از اولاد میرن و فقط یه براخه پسرشون میمونن و اگه اشتباه نکنم میگن که 10 بار خانم ایشون حامله شدن و 10 بار متاسفانه این بچه ها افتادن در استجای مختلف ولی باروخ هاشم هی نیور گیو آپ از خودو یاگن آدنوری بخنن نمی نمشون من نسخ بشت با خود تکرد دیستل دفیقا خیوال همین طورم ایسال شده من ادنا خوابز من چینو یعنی